شما که گوشتان در برابر داستان ما این همه دیر باور است، کمی بنشینید تا یک بار دیگر بگوییم در این دو شب چه دیده. باد توبه بمیوزید، بادی که دریا را توبه میدهد تا موجهای بلند و سیاهش را بر سر ماهیگیران نکوبد، دریا را قسم میدهد که آرام بگیرد. دایره سرها، سرهای غریبه و آشنا، تاریک روشن صورتها، صورتهای گر گرفته از گرمای آتش، نه آتشی. به خانه ام آمدی، خودم را آراسته بودم، گفتی چقدر زیبا شدی، گفتی این لباس نارنجی به تو میآید، گفتم سوغات دوست صورتی است، گفتی مگر رفته بود سفر؟ داستان مانا مانه مهربان بود. من این داستان رو خیلی دوست دارم و خیلی این داستان رو دوست دارم. اونی رو هم که به خاطرش این داستان رو نوشتم هنوز خیلی دوست دارم. آره. خب یه داستان میخونم از اولین مجموعه داستانم که کنیزوه. ببینید در واقع اولین مجموعه داستان من کنیزو نبود. من سال 58 در عرض دو سه روز که توی خوابگاه شماره 5 بودم، هنوز دانشجو بودم دیگه، یه 4-5 داستان نوشتم و همون روزایی که بنی صدر داشت چیز میشد برای ریاست جمهوری انتخاب شده بود و روزای ریاست جمهوری بود یا انتخاب شده بود، من چند تا داستان نوشتم و رفتم اینو بردم که دادم به جایی که اول رفتم سراغ آقای علی اشرف درویشان، خودشون نبودن، اینا رو گذاشتم و ایشون فکر کردن که یه بچه نوجوان 14-15 ساله اینا نوشتن، بعد خب فهمیدن منم. اسم اون داستان به اسم گنجشک آقای رئیس جمهور منتشر شد، ولی بعد ناشرش که نشر نگاه بود به من گفت که همه رو سوزوندن یا خمیر کردن اینا، بنابراین فکر میکنم فقط یک نفر اینو یه نسخه داره که امیدوارم حفظش کرده باشه من بتونم دست بهش دسترسی پیدا کنم. بعدش دیگه از 58 تا 68 10 سال بعدش این منتشر میشه کنیزو که اولی مجموعه داستان چیزه بزرگ سالان منه، چون بعد از اون من کلی کار کودکان کردم، فیلمنامه، کار فیلم و سینما و اینا، فیلمنامه نویسی البته. مانا، مانای مهربان. گفتم تو چطور نمیدانی؟ دریا پر از کوسه است، کوسه هایی که شبیه ماهی هستن، اونقدر شبیه که تا با آنها نزدیک نشده باشی و نفس به نفسشان نداده باشی نمیفهمی. اون وقت هم که کار تمام است. خندید. نشسته بود روی همین مبل سیاه رنگ روبروی منو میخندید. بعد نگاهش افتاد به این گلدان و یا عمدن میخواست صحبت را به جای دیگر بکشاند. گفت نخل مردابت داره خشک میشه ها، باید بهش آب بدی. گفتم نخل توی مرداب؟ اوه نه، دوستش ندارم. موهایش رو با دست از روی پیشانی عقب زد. بد بوشهری می آمد همیشه وقتی گزارش به تهران می رسید، می آمد خانه من و ما می نشستیم به قصه خواندن و حرف زدن. آن روز هم آمده بود و قصه ها گفته بودیم و حالا باید می رفت. هوا داشت تاریک می شد و ستاره چشمک زن آمده بود و نشسته بود تو آسمان روبروی پنجره من. نمی دانستم خانهش کجاست، حتی نامش چیست. همیشه واهمه داشتم که نامش را بدانم. وقتی اسم کسی را دانستی دیگر از تو جدا می شود، خود به خود جدایش کرده ای و ما نمی خواستیم جدا باشیم. و این بود که نه او اسم مرا می دانست و نه من، فقط همدیگر را می شناختیم و همدیگر را پیدا می کردیم، حتی اگر در میان همه آدم های گم شده دنیا گم می شدیم. خانت کجاست؟ دور است، خیلی دور.
یک بار از او پرسیدم و دیگر هیچ. میترسیدم دوباره بپرسم، همانطور که میترسیدم نگاهش کنم. دل شور عذابم میداد و با خودم میگفتم اگر اصلا خانه ای نباشد چه؟ با موجهای دریا که نمیشود خانه ساخت. همیشه وقتی ستاره چشمک زن توی آسمان می نشست، بلند می شد کنار پنجره می ایستاد و جوری به ستاره نگاه می کرد انگار که روی عرشه ناوشه است و دریا طوفانی است و شب تاریک است و او می خواهد جهت را پیدا کند. انگار به دنبال نشانه بود، نشانه از زندگی. بعد آه می کشید و می رفت پوتین هایش را می پوشید و اگر من می گفتم تلفن، می گفت از سوی دریا که نمیتوانم، بی سیمم که نداری. اما این بار وقتی که میرفت گفتم کی برمیگردی، چیزی که هیچ وقت نگفته بودم. و او رفت توی فکر و بعد برگشت و اشاره کرد به تابلوی خطاطی که خودش یک روز برایم نوشته بود: اونگاه که دریاها شعله ور شوند. سردم شد، مورهای پشتم تیر کشید و او انگار فهمید، دوباره صحبت رو عوض کرد. این گلدون حیفه، یه چیزی توش بکار، یه چیزی که دوست داری. و رفت. بخشی دو صفحه از داستان مانا مانه مهربان بود. من این داستان رو خیلی دوست دارم و خیلی این داستان رو دوست دارم. اونی رو هم که به خاطرش این داستان رو نوشتم هنوز خیلی دوست دارم. آره. من یه تیکه راجع به کنیزو فقط بخوام بگم. من خیلی کنیزو رو زیر بغلم گذاشتم، از این ناشر به اون ناشر دویدم و هیچ کی حاضر نشد. حتی انتشارات نیل گفت اینا داستان نیست، چیزای خیلی ساده پیش پا افتاده است و کسی حاضر نمی شد. یه زمانی که جنگ بود بچه هم حاضر نمی شدن که اصلا چاپش کنن. و یک روز گذارم افتاد به انتشارات نیلوفر، حسین آقای گل، ناشر انتشارات نیلوفر. من همیشه می رفتم چای می خوردم، صفا می نشستیم، چای نیلوفر مشهور بودم و می بودن چای خوری. اینا رو گرفت و برد بس گفت من بهت جواب میدم. خیلی لوتیه، گفت من بهت جواب میدم. گفتم باشه. بعد یه سه چهار روزی رفتم گفتم حسین آقا چی شد؟ گفتم من اینو 3 ماه دیگه برات چاپ میکنم. گفتم واقعا؟ گفت آره. گفت من دادم به آقای نجفی، خونده خیلی خوشش اومده، گفته حتما باید اینو چاپ کنی، ابوالحسن نجفی. و دمش گرم، 3 ماه دیگه درست سر قولی که داده بود کتابو چاپ کرد. حسین کریمی، انتشاراتی نیلوفر، اینجا هستم و ازت تشکر میکنم. ما چاکریم. I'm gonna